من نسترن بودرزی هستم حامد جمالی هستم با برنامه دیگه از ایکس مازلم در خدمت شما هستیم این برنامه مجددا اختصاص داره به ماه رمضان با ما همراه باشید حامد امروز هم در مورد ماه رمضان صحبت میکنیم اول میخوام بپرسم که اصلا ماه رمضان چه اسمش ماه مبارکه؟ دلیلش چیه؟ آره در واقع این اصطلاح رمضان المبارک عرب تو عربی میگن یا تو فارسی بهش میگن ماه مبارک رمضان به نظر من دوباره ریشه در خرافات داره طبق معمول یه به نوعی این القا شده به مردم که ماه رمضان قراره که ماه بخشش باشه انگار که توی این ماه مردم به اون الله به اون خدا که بهشون دستور داده روزه بگیرن نماز بخونن به اون نزدیکتر دارن میشن و ضمن اینکه ظاهرا گناهان سال گذشتهشون قراره بخشوده بشه توی ماه مبارک رمضان به این دلیله که این ماه مبارکیه و به نوعی برای خیلی از کسایی که پیروان اسلام و محمد هستند به نوعی یه موقعیت مثل عیدمانند یا یه موقعیت شادمانی براشون به حساب میاد ولی به اعتقاد من این یه ایراد خیلی بزرگی داره منو اذیت میکنه این موضوع که وقتی ما میگیم ماه مبارک رمضان و انتظار داریم که گناهانمون بخشوده بشه اینه, اینه سیستمیه که شبیه سیستمیه که توی مسیحیت هم میبینیم تو میری گناهانت رو اعتراف میکنی به یک کشیش و صرف اینکه گناهانت رو اعتراف کردی انگار کشیش هم نمایندگی داره از سمت خدا که تصمیم بگیره و گناهانت رو ببخشه این به نظر من یه مسئله غیر اخلاقی و غیر انسانی هستش اگه بهش فکر بکنیم یعنی ما به خودمون مجوز میدیم اون کسی که خودش رو پیرو اسلام در واقع تصور میکنه به خودش مجوز میده که طی یک سال هر کاری خواست بکنه هر کار غیر انسانی خواست بکنه هر آزار و اذیتی به, به،, انسان و حیوان و هر کسی که خواست برسونه ولی توی ماه رمضان این موقعیت رو داره که عبادت کنه نه اینکه این نه اینکه نه اینکه حتی کارایی که کرده رو جبران بکنه ام. نه به یه موجود خیالی در واقع عبادت بکنه به اون یه خدمات عجیب غریبی ارائه بده جلوش دلداراست بشه یا خواسته های عجیب غریبش که شب بیدار بمون دعا کن یا نمیدونم 15 16 ساعت هیچی نخور آب نخور غذا نخور این کارا رو انجام بده و اون گناهانش هر کاری که انجام داده از پروندهش به نوعی پاک بشه و این ایراد در واقع اینه که یه کار کاملا غیر اخلاقیه یعنی پس تکلیف اخلاق چی میشه پس تکلیف انسانیت چی میشه آیا ما برای اینکه تشخیص بدیم که چی خوبه و چی بد آیا نیاز داریم به الله به خدا آیا ما برای اینکه صرفا از ترس از قیامت و آخرت ما ناچاریم که یه سری چیزا رو رعایت بکنیم اخلاقیات رو را رعایت بکنیم و از روی ترس و اینکه مثلا حالا یه موقعی قرار جمع و تفریق بشه این کارهای خوب و بد ما و اگه مثبت گرفتیم ما در نهایت بریم بهشت پس تکلیف کارهای بدی که کردیم چی میشه چون چون چیزایی که کارهای بد رو هم ظاهرا پاک میکنه اعمالی مثل حج رفتن و روزه گرفتن و قرآن خوندن یعنی یعنی کاریه که هیچ نفعی به بشریت نمیرسونه در از طرفی تو ممکنه خیلی کارهای زشتی انجام داده باشی که در واقع به انسان ها به نوع بشر ضرر زده باشی دقیقا درسته حالا در مورد دلم میخواد اینجا در مورد مجازات هایی که کشورهای اسلام زده دارن اشاره بکنم ببینین بدترین مجازات برای سومالی هست که اگر که روز خاری در اونجا اتفاق بیفته اعدام میشن افراد متاسفانه این هنوز در سومالی یک قانونه در کشور عربستان شلاق و زندان داره بحرین و عراق و امان حبس داره قطر، اردن، کویت و امارات هم جریمه دارن و هم حبس دارن و متاسفانه در ایران طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی از ده روز تا دو ماه حبس داره یا 74 ضربه شلا که ما میدونیم یک عمل واقعا غیر انسانی و غیر اخلاقیه متاسفانه رایج رای هم هست دقیقا. یعنی ما تا جایی که حافظمون یاری میکنه توی ایران خیلی, خیلی موارد دیدیم که آره مثلا یه کسی توی خیابون تو کوچه مثلا یه بطری آبی دستش بوده یه غذایی دستش بوده مشغول خوردن گرفتنش و حکم براش اجرا شده دقیقا همینه که تو میگی و ببینین ما میدونیم تو ایران شرایط برای کسایی که کار میکنن فعالیت اجتماعی دارن در روز زمانی که ماه رمضان شروع میشه خیلی این فعالیت و کار براشون سخت میشه به طوری که خیلی آدما هستن که کار میکنن و ها مجبورن گرسنگی رو تحمل بکنن چون فشار اسلام سیاسی و اون قوانینی که در جامعه رایج هست اجازه نمیده که این افراد آزادانه اگر نمیخوان روزه بگیرن و یا تبعیت کنن از این قوانین برن راحت غذاشون رو بخورن یا ریتم کاری ثابت خودشونو داشته باشن ولی متاسفانه شرایط کاری و اون استرس و فشاری که بر اون آدمی میاد که روزه نمیخواد بگیره و در واقع میخواد روزه رو بخوره به شدت زیاده طوری که اون افراد مجبور میشن دزدکی یه جایی برن یه چیزی رو بخورن من حتی خودم به یاد دارم که مثلا زمانی که در ایران کار میکردم مثلا اینجوری بود شرایط که یک ساعت زودتر به خاطر ماه رمضان یک ساعت زودتر افراد میتونستن تعطیل بشن ولی خب مثلا یه توی شرکت کوچیکتر قانون و این گذاشته بودن که اگر کسی که روزه نمیگیره نمیتونه یه ساعت زودتر بره و خب این همش تبعیزه همش نابرابریه از اون طرف خب افراد نمیتونن تحت اون فشار و استرس نمیتونن غذا بخورن فشار زیادی هست ما از طرفی میدونیم که نیروی انتظامی زمانی که ماهرمزون ازون شروع میشه شروع میکنه به بگیر و به منطقه عجیب و غریب طوری مثلا رستورانا و جاهایی که اغذیه فروشی هستن چنان پلم میکنه که مثلا انگار که یک اتفاق خیلی عجیب غریبی افتاده یا مثلا مواد مخدر از جای گرفتن کشف میکنن ماشینا رو رصد میکنن یعنی میشین وا کنار خیابون و داخل ماشینا رو نگاه میکنن ببینن که کسی مشغول حالا سیگار کشیدنه یا خوردن و آشامیدنه به هر حال یه فضای کوچیکی براش ایجاد شده یه فرصتی براش ایجاد شده که یه چیزی بخوره از اون گشنگی تشنگی خلاص بشه و پلیس میبینیم که رصد میکنه دقیقا یه. فشار خیلی زیادیه حتی در مورد هم ریتم زندگی افراد عادی که نمیخوان مسلمون نیستن هم اون ریتم زندگیشون به هم میخوره هم خیلی چیزایی که رفتی به خوردن و آشامیدن نداره مثلا فرض کنید در ایران یه استخرفتن ساده هم دوچار مشکل میشه چون تایم های دیگه در طول روز نیست و مثلا منتقل شده به بعد از افتار و خب این برای افرادی که نمیخوان روزه بگیرن و دلشون میخواد حداقل استخ برن فعالیت اجتماعی داشته باشن یا هر کار دیگه بکنن خب این براشون امکانش م... امکان پذیر نیستش جامعه جامعه به نوعی اصلا تغییر پیدا میکنه توی این روزا و مسئله اصلی قانونگذارا هستن یعنی این راه رو باز میذارن برای اینکه کسایی که روزدار نیستن واقعا اذیت بشن نه یعنی از هر لحاظ از لحاظ همون چیزی که گفتی کلا ریتم زندگی از لحاظ ساعت خواب و بیداری ساعت کار ساعت غذا خوردن ساعت تفریح ورزش ساعت همه چی یعنی اینا یه کاری میکنن که کسی که روزه نیست و علاقه ای به این کار نداره کاملا تحت تبعیض و ستم باشه کاملا تحت استراب باشه یعنی کسی که مثلا میخواد دوست داره که غذا بخوره یا آب بخوره کاملا تحت فشاره توی این روز دقیقا همینه ما هفته پیشم هم در مورد اسلام حراسی یک برنامه داشتیم من توی توییتی رو میخوندم که خیلی جالب بود میگفتش که اگر که هنوز معتقدید که اسلام حراس نداره با شروع ماه رمزون یا یه, یه،, یه جوره آب توی خیابون بنوشید و ببینید که اسلام حراس داره یا نه که با چه استرابی ناچاری استراب. که مثلا یه قطر آب بخوری و یه نکته ای که همیشه مسئولان جمهوری اسلامی وقتی میخوان که این بگیر و تا های روز خاری و اینا رو انجام بدن و شروع بکنن به بگیر و ببند و اینا همیشه یه لفظی استفاده میکنم یه کسایی که تظاهر به روزخاری میکنن و خب اصلا این یه لفظ خیلی اشتباهه تظاهر به روزخاری نیست و خود روزخاریه و اینکه اصلا عملا هم تازه برعکسه تظاهر به روزداریه یعنی اون کسی که روز نداشته تظاهر داره میکنه روزه بگیره دقیقا خیلی و و یا ناچاره این لفظ اصلا خیلی یه لفظ خیلی مسخره اینم این, 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 هم، این هم واقعا مسئله مهمی من بعدا مفصلتر صحبت میکنم اونایی که ناچارن تظاهر کنن به اینکه که روزه دارن, آره دقیقا چون این اتفاق در به خصوص کشور اسلام زده زیاد اتفاق میفته با اینا و یه موردی ها من میخوام اشاره بکنم در مورد روزه در کشورهای شمالیه در واقع نزدیک به قطب هستش <applause> تو این کشور رو میدونیم که مثلا در سن پترزبورگ در ماه جوان طول روز به 22 ساعت میرسه و خب این خیلی زیاده برای کسی که بخواد مثلا 22 ساعت نه آب بخوره نه غذا بخوره و دوباره طبق معمول اسلامگره ها مدن تفسره های مختلف گذاشتن برای این و میگن که آره راه حل به همون همیشه اسلام را حل داره واسه همه چیز و راه حلشون هم این هستش که اصلا بر حسب اون طول و غروب آفتاب اون کشور که اونقدر طول روزش زیاده نمیخواد روزه بگیریم بر حسب طول و غروب مکه یا کربلا روزه بگیریم برای همین آره این هم یه جور تبصره اسلامی برای احتمالا اون زمان پیامبر حواسش نبوده که قطب شمالم وجود داره یا مثلا نمیدونه که زمین چه شکلیه <applause> <applause> فکر می‌کرده صافه یا برای همین <applause> آره حواسش نبوده به این مسئله برای همین یه قانون کلی گذاشته که از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب بعد متوجه آی یه جایی هستن 22 ساعت مثلا بر روزه اصلاً بگیرن مثلا <applause> یه جایی هستن که خب 6 ماه شب و 6 ماه روزن یعنی <applause> اونم به حال با عقل جور در نمیاد از طرفی فکر می‌کنم اینطوری که تو میگی اگه بشه توی مثلا چه میدونم جاهایی مثل شمال ژاپن یا یه همچین جاهایی احتمالا ساعت روزشون اگه منطبق بر مکه, مکه قراره باشه احتمالا مثلا آخر شب که میخوان بخوابن شروع روزشونه و پایان روزشون هم احتمالا فردا صبحش که پا میشن احتمالا موقع افتارشون افتارش میشه خیلی جالب میشه یه نکته که همیشه جمهوری اسلامی در موردش مانوف میده تبلیغات زیادی داره اینه که همیشه هر ساله با شروع ماه رمضان شروع میکنه به تبلیغات چه از طریق تلویزیون، مدیا، اجتماعی همه جا که آره پزشکی ثابت کرده که روزه برای انسان مفیده و هزار و یک دلیل میارن از دلایل در واقع علکی و بدون پای علمی کسانی که حالا اسلام رفتن چه یه جایی یه تحقیقی انجام دادن اون تحقیقا رو میارن نشون میدن میگن که ببینین بر حسب این تحقیقا کسی که در واقع روزه میگیره بدنش سالم تره و این هیچ آسیبی به بدن نمیرسه ولی ما میدونیم که در واقع به صورت واقعی و عملی علم ثابت کرده که طول مدت گرسنگی و تشنگی وقتی از حد خاصی بیشتر میشه حالا من حضور ذهن ندارم ساعتش چقدره ولی از یه حد خاصی بیشتر میشه بسیاری از آسیب ها به سلول های مغز سلوهای بدن اتفاق میفته و این اصلا استناد علمی نداره این تبلیغاتی که همیشه جمهوری اسلامی میکنه که آره اگر که روزه بگیرین اصلا برای بدن مفیده و باید اصلا روزه بگیریم بدن باید استراحت بکنه به این اصلا هفته پیشم توی برنامه اکس مسلم که ایمان سلیمانی مهمان برنامه بود به این مسئله اشاره کرده اصلا اصلا روزه با هدف سلامتی و یه موضوع بهداشتی وارد جامعه مثلا اسلام نشده اینو به عنوان یک عمل عبادی وارد اسلام کردن جد. حالا بعدا برای اینکه توجیه براش در بیارن میرن در واقع کاره عجیب غریب میکنن تحقیقات به اصطلاح علمی میکنن که به زور بیان اینو ثابت کنن که نه این از لحاظ سلامتی نه تنها براتون مشکلی ایجاد نمیکنه که حتی مفیدم هست ولی اصلا همچین چیزی وجود نداره یعنی شما بری متخصصین تغذیه رو تحقیقاتشون رو بررسی بکنی اینا هرگز توصیه نمیکنن که به بدن آدم بیشتر از یکی دو ساعت آب نرسه یعنی خیلی توصیه میکنن که حتی هر یکی دو ساعت یه بار یه جور آب بخور یا یه نصف لیوان آب بخور اصلا به هیچ فش توصیه نمیکنن که آب رو قطع کنی یه سری تحقیقات هستش که نوعی از روزه یا نخوردن رو توصیه میکنه که بهش میگن تو انگلیسی بهش میگن intermittent fasting که یعنی حالا میشه ترجمهش کرد روزداری متناوب اتا. یعنی که چی؟ یعنی اونا هم باز تحقیقات در حد تحقیقات یه سری چیزا به هر حال تحقیقات نشون داده اثبات شده صد درصد نیست ولی ظاهرا میشه گفت نشون دادن که اگر تو توی بازه های چهار پنج ساعته ای چیزی نخوری نه اینکه چیزی ننوشی آب نخوری چیزی نخوری غذا نخوری توی بازه چهار پنج ساعته میتونی غذا نخوری و دوباره این چهار پنج ساعت ها رو هی به تناوب تکرار ادامن. کنی اونم باز نه اینکه سی روز پشت سر هم نه اینکه مثلا ده پونزده ساعت در روز اینا چیزایی که تحقیقات واقعا علمیه و انجام شده نه این چیزایی که به ادعای اینا احتمالا تحقیقات علمی توی حوزه علمیه انجام میشه اینا ده. به این نتیجه میرسن که از لحاظ تغذیه و رژیم و اینا ممکنه برای آدما مفید باشه این،, این یه تبلیغات چیزه حتی،, حتی حتی تبلیغات در حدی گسترده است که ما امروز یه ویدیویی دیدیم که بازیکن‌های فوتبال پاریس سن داشتن مثلا چیز میکردن ماه مبارک رمضان رو داشتن تبریک میگفتن به مردم ببینید ممکنه برای تو بعضی از کشورها تو بعضی از خانواده ها به خاطر شرایط خاصی که مثلا ماه رمضان و روز گرفتن و اون مراسم افتار و سهر و اینا داره ممکنه برای بعضی ها یه چیز خوشایندی باشه یه چیز جذابی باشه مثل مثلا اتفاقاتی که توی نوروز توی ایران ای تو نوروز توی ایران مردم رفت و آمد میکنن با هم دیگه مد شده توی ایران هم جدیدا مد شده ولی توی بعضی از کشورها من میدونم مثل ترکیه که افتار خوردن دست جمعی هم خب یه جور سنت هستش و خب دور هم جمع میشن بگو بخند غذا میخورن سر میز شامن و بهشون خوش میگذره و این میتونه یه موقعیت خوشایندی براشون باشه ولی اینکه تبلیغات بکنیم و این مسئله رو سیاسی به دیگه در بره بره جوری حالت اسلام سیاسی و تبلیغی که دیگران رو مجبور بکنی که به اون چیزی که اون خواسته ای که اون افراد مسلمان دارن تن بدن بقیه این در واقع مشکل مسئله است آره در واقع اون مسئله تبعیض و نقض حقوق افرادی که به زور دارن توی این سیستم زندگی میکنن این مسئله خیلی مهمه این نباید نادیده گرفته باشه دقیقا درسته برم به سراغ یه موضوع دیگه ای ببینین ما میدونیم یه ستادی تو ایران وجود داره ستاد استحلال ما و این بودجه کلانی میگیره هر ساله که فقط ماه رو رویت بکنم و جالبه که سالهای سال در ایران که هر سال هم روی شروع ماه رمزون و آخر ماه رمزون همیشه بحث بوده و همیشه هم دائما با همه این بودجه ای که میگیرن دائما هنوز هم بحث و جدل هست که کدوم روز روز اوله کدوم روز روز آخره مثلا اتفاقا یک عکسای خیلی عجیب غریبی هستش از این ستاد رویت هلال ماه که اصلا واقعا جالبه خوبه که اینا نخواستن سیاه چاله و اینا رو عکس بگیرن ازش یا یه کار عجیب غریبی بکنن جالبه توی سال 2019 که این همه علم نجوم پیشرفت کرده اینا هنوز دارن با دوربین و اینا اینجوری انگشتشون یه ای حالتی میکنن یه ای کاری میکنن که مثلا انگار ماه هم میخوان ببینن, ببینن ایش. ایش. و جالب اینه که تحصف اینه که چه بودجه کلانی این ستاده به اصطلاح استحلال دریافت میکنه اینا که هیچ وقت آرم و آمار درست و دقیقی نمیدن از این بودجه ها ولی چیزی که ما میخوندیم چند ده میلیارد تومن در حال حاضر این ستاد هر سال بودجه داره کارش هم اینه که شروع و پایان ماه رمضان رو چیز کنه و این معادل با حقوق چه میدونم کف حقوق ده هزار تا کارگر بیست هزار تا کارگر دقیقا درسته تو یه سری راهکارها میدونم که از اکس مازلمایی که میخوان از این ماه رمضان جون, جون, سالم, سالم به در ببرن داری که اگه میشه اونا رو بگم به... آره من توی یوتیوب و اینا سرچ میکردم دیدم که توی کشورهای خارجی مخصوصا یه کارهای جالبی کردن اومدن به نوعی خدمات روانشناسی داشتن ارائه میدادن به کسایی که مثل ما اکس مسلم هستن به کسایی که تظاهر به روزداری ناچارند بکنن توی اون فشار توی اون سیستمی که هستن احساس حبس شدگی میکنن چون اون به چیزی که اعتقاد ندارن ناچارن تبعیت بکنن چون در واقع خانواده جامعه داره با اون سیستم اداره میشه اینا دوچاره یا اینکه مثلا اگه بخوان بخورن و بنوشن در خفا مشکل اضطراب دارن مشکل اضطرابی گیر افتادن دارن اینا همش مشکلاتیه که برای اکس مسلم ها به،, به،, وجود میاد و اینا خب به حال یه سری توصیه های روانشناختی داشتن که چطوری بیاید و از این ماه در واقع به سر در برید و جون سالم به در ببرید یا اینکه که میگفتن اگر گیر افتادید چه حقه هایی هست خیلی جالبه که اینا در واقع یه چیزهایی هستش که اکس مسلم ها به هم دارن کمک میکنن که این ماه رو بتونم از مثلا میگفتن که اگر خانم هستید خیلی راحت مثلا میتونید بگید که ادعا کنید که پریود هستید یا چه میدونم لک بینی داشتید و نمیتونید از لحاظ شرعی مشکل داره اینا اینا خیلی بحث جالبی بود و توی توییتر هم توی توییتر فارسی هم ما دیدیم که بچه ها داشتن به همدیگه دیگه به صورت مخفیانه البته نه به صورت علنی کافه ها رستوران هایی که توی ماه رمضان دارن سرویس ارائه میدن میتونی بری توش یه غذای آبی بخوری سری اینا رو به صورت مخفیانه به هم دیگه خبر میدادن که به هر حال کمکی به هم دیگه کرد. این راه حلای که میگی خب برای همون به قول تو جون سالم به در بردن از ماه رمضانه که توی یک ماه چجوری مس... اونایی که نمیخوان تبعیت بکنن غیر مسلمون ها جون سالم به در برن ولی جالبه که اشاره بکنیم در تونس چندین سال پیش یک راه خیلی با شکوهی برگزار شد برای دفاع از حق خوردن و آشامیدن و علیه اینکه روزه خاری جرم نیست و این باید به صورت قانونی علیهش پیگیری بشه و باید این جرم شناخته نشه و هر کسی بتونه بخوره و بیا شامه اونا اومدن توی خیابون تظاهرات با شکوهی شد در تونست و افراد خوردن و نوشیدن و در واقع این رو این مسئله رو به عنوان یک مسئله ای که خیلی عادی هست در ماه رمضان خواستن که رواج بدم و یک حرکت بسیار جالبی بود که در تونس اتفاق افتاد دقیقا بخورن. همون اتفاقی که برای حجاب داره اتفاق میفته و مردم اصرار به قانون شکنی میکنن این هم یه راه حل خیلی خوبیه یعنی مردم میتونن اصرار بکنن که حق دارن توی خیابون آب بخورن آب بخورن دقیقا و به عنوان یه نکته پایانی میخوام اشاره بکنم که اون مسلمون ها اون دسته از مسلمون هایی که خیلی با روز خاری خوردن و آشامیدن در این ماه رمضان ناراحت میشن یا اینکه احساساتشون جریه دار میشه یا اینکه تحریک میشن جالبه که اکثریتشون و خیلی هاشون با خوردن حق کارگرا خوردن دستمزد کارگرها اختلاس با زمین خاری دکل خاری با اینا در واقع احساساتشون جریه دار نمیشه و تحریک نمیشن و مشکلی براشون پیش نمیاد اما متاسفانه این مسئله فقط در مورد روز خاری براشون خیلی مسئله مهمیه و از اون طرف در مقابل حقوق کارگرها که خورده میشه و دستمزدشون که داده نمیشه سکوت میکنن و در واقع عملا حرفی نمیزنن به این ترتیب ما به پایان تقریبا برنامه میرسیم من میخواستم ما... که اول تشکر بکنیم از میلاد رسایمنش منش و آرش یزدان که بسیار ما رو در تهیه این برنامه همکاری میکنن من میخواستم فقط آرزوی موفقیت بکنم برای همه اکس مسلمان همه روزخارا امیدوارم که بدون جریمه ای بدون مجازاتی بتونن از این ماه در واقع جون سالم به در ببرن مرسی که با ما همراه بودی